بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، از سال 1425 23 سال آینده جمعیت ایران شروع به کاهش می نماید. نمودار انتشار یافته توسط این مرکز نشان می دهد تا آن سال کم و بیش با روند افزایش جمعیت روبرو خواهیم بود. به گزارش همکارم میلاد شادمان توجه بفرمایید. مرکز آمار ایران، نهاد دولتی مرجع در خصوص تهیه و انتشار آمار در زمینه‌های مختلف، با انتشار جدولی نشان داد که جمعیت ایران تا سال 1425 با افت و خیزهایی رو به افزایش خواهد بود و از آن سال روند کاهش جمعیت ایران آغاز خواهد شد. نظام ایران در دهه 70 شمسی و پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دورانی که خود آن را سازندگی می‌نامیدند، به سیاست کاهش جمعیت روی آورد. این سیاست شامل تشویق ایرانیان به فرزند کمتر و نیز تسهیلات بهداشتی و پزشکی رایگان برای جلوگیری از بارداری بود. در همان مقطع برخی مراجع تقلید شیعه در ایران با این سیاست به مخالفت پرداختند، اما این مخالفت‌ها شنیده و به کار گرفته نشد. بی تردید نظام ایران مثل اکثر زمینه‌ها با نگاهی سیاسی و امنیتی به مقوله جمعیت نگاه می‌کند، اما نمیتوان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رشد یا کاهش جمعیت از رکود اقتصادی و بحران معیشت را نادیده گرفت. 20 سال بعد، یعنی در ابتدای دهه 90 شمسی، رهبر ایران ضمن عذرخواهی و تغییر موضع به دولت ایران دستور داد که سیاست‌های تشویقی جهت افزایش جمعیت را در پیش بگیرد. هرچند از این تغییر موضع و برقراری سیاست تشویقی به کثرت اولاد دست کم 10 سال می گذرد، اما آمارها نشان می دهد که این چرخش چندان موفق نبوده است. علی‌رغم اینکه رسانه‌های حکومتی ایران و مقامات بلندپایه مردم را به این امر تشویق و ترغیب می‌کنند، اما واقعیت بحران اقتصادی و معیشتی خانواده ایرانی را به سوی فرزندآوری بیشتر سوق نداده است. بحران اقتصادی حاصل از ناکارآمدی در داخل ایران، افزایش تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت موجب رشد بیکاری، تورم، گرانی مسکن، خورد و خوراک و سایر هزینه‌های ضروری خانوار ایرانی شده که همه اینها مانع از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده و به تبع فرزندآوری می‌شود. واقعیت ملموس زندگی دشوار ایرانیان امکان ازدواج آسان برای جوانان ایرانی را فراهم نمی‌کند و به تبع فرزندآوری نیز سیر نزولی پیدا کرده است. در اکثر خانواده‌های ایرانی، به ویژه طبقات فرودست، جوانان مجرد و بیکار فراوان یافت می‌شوند. از سوی دیگر، در طبقه متوسط ایرانی نیز تعداد جوانانی که پس از سال‌ها در سنین بالا ازدواج کرده‌اند و هنوز فرزندی به دنیا نیاورده‌اند یا نهایتاً دارای تک فرزند هستند هم فراوان شده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. ارتباطمون با آقای طباطبایی برقرار شده. جناب آقای طباطبایی، سلام و خیلی خوش آمدید. علل و عوامل کاهش جمعیت ایران از 1425 به بعد چیست و چگونه میتوان جلوی این روند را گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در واقع علل کاهش جمعیت در این 3 دهه اخیر متاسفانه از عواملی که میشه نام برد، یکی مشکل تأمین معیشت است که یکی از اصلی ترین عامل گرایش خانواده ها به سویه تک فرزندی است. به طور کلی ترس نهفته خفته ای در والدین جوان به وجود آمده که متاسفانه در پی مشکلات اقتصادی و عدم تأمین سرانه های فرزند، اینها به سمت کنترل و در بیشتر مواقع کاهش موالد رفت. جدای از این مطلب، عدم مشوق‌های ترغیب کننده خانواده ها و از سوی مخالفین ترغیب خانواده ها به عدم تکثیر زادوالد، ضمن اینکه اصلا زیرساخت های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و حتی شغلی هم برای روش جمعیت فراهم نشده. حتی بعد از 45 سال، متاسفانه در طول این 3 دهه ما شکاف‌های جمعیتی باعث شده تا اگر سیاست گذاری درستی هم انجام بشه، مشکلات
ایجاد شده حل نشن. و اصلی ترین و بنیادی ترین عامل این است که سبک زندگی در ایران از متد الهی شریعت به سمت سوی سکولار رفته. بله. به سبک سلوک زندگی سکولار هم تمایل به کثرت اولاد نداره. بله. مراجع تقلید بله بفرمایید. عرض میکردم اگر بتواند مشکلش معیشت و سبک زندگی سنتی الهی با تلاش حداکثری تبلیغ علمی بشه، فکر میکنم این مشکل تا رفت تا حدی برطرف بشه. بله. مراجع تقلید شیعه و علما و روحانیون به طور عام چه نگاهی به مقوله افزایش یا کاهش جمعیت و مقوله کثیرالاولادی دارند؟ دلایل و استدلالات فقهی و حدیثی ایشان چیست؟ ببینید اگر از نگاه شریعت میخواید نگاه بکنید، چه در بعد آیات ناظر به افزایش جمعیت که ما آیات داریم دال بر تضمین روزی از طرف پروردگار، و چه آیاتی که به اهمیت بقای نوع بشر پرداختن، 223 سوره بقره، نساء محرسون لکم، یا مثلا آیاتی که ناظر به امدادگری فرزندان نسبت به والدین هستن، آیاتی که ناظر به نعمت الهی بودن کثرت فرزندان هست، یا روایت هایی که شش دسته هستن، چه روایتی که مشوق ازدواج هستن، روایت مشهور شرار موتاکم الاوزا، یا روایت هایی که مشوق ازدواج آسان هستن، روایت هایی که در باب مطلوبیت فرزند آوری هستن، روایت هایی که تأکید میکنن بر ازدواج زنان ولود، ازدواج بکن ولودا، یا کثرت تعداد فرزندان، حتی روایاتی که جلوگیری یا عزل رو مکروه میدانند، چه به صفت جنین بله. و از اون طرف ما در بعد اصول علمی قواعدمون ناظر بر تکثیر موالیده، چه قواعد متکی بر عقلمون، چه به خصوص قاعده اصولی تقدیم اهم بر مهم، قاعده ترجیح بلا مرجح، قاعده لازرر. همین قاعده لازرر اشاره میکنه که اگر ضرر سالمند شدن جمعیت در ایران و آثار سوء سیاسی اقتصادیش بخواد فراوان بشه، بله، از باب تحدید نسل این باید جلوش گرفته بشه. یا حتی قاعده نفی السبیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اشاره به همین موضوع داره. بله. حسب ادله شریعت مرتبط با مقوله جمعیت میشود گفت که از منظر آیات و روایات کثرت نسل قطعاً باید برای یک شیعه مسلمان دارای محبوبیت ذاتی تلقی شود. بله. و این هم حاکی از تقادم فواید و مساله این امر که باید بلاشک در رأس تصمیم گیری قوای حاکمه. ممنون از شما سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی از قم.